احمد سعید حقسنج، دانش آموز صنف 11، کدرایدعی 010. اخلاق و چگونگی رفتار با والدین چگونه هست؟ و حال از آقای احمد سعید حقسنج صمیمانه میطلبم که به جایگاه تشریف بیارن و در رابطه به این موضوع صحبت کنن. به افتخار ایشان یک کف بلند. خدایا تو را سپاس گویم و سر بندگی بر آستان تو سایم و شادان از آنم که در راه تو پویایم. شمیمی دل نوازی الطاف بیکرانت همگان را فرا گرفته، از ماهی تا ما، از سری تا به سوریا، اندر دل کهکشان ها ندا آید که نشستن بر سریر لمن الملک او را باید. سلام و درود دارم خدمت شما دوستان گرامی، آموزگاران جاهد و بیننده های خوب شبکه تلویزیونی ناب. امیدوارم شاد و خرم بوده و حسدمندی و سلامتی کامل برخوردار باشید. دوستان گرامی، میخواهم پیرامون اخلاق و چگونگی رفتار با والدین برایتان سخن بگویم. باید دانست که هدف اصلی از بعثت پیامبران به طور کلی دین و مذهب چه میباشد. اگر دقت کنیم میدانیم که همه و همه به خاطر اسلام و پیام اسلام که امان و اخلاق نیکوست میباشد. در حدیث معروفی از پیامبر خدا آمده که فرمودهن من برای کامل کردن اخلاق خوب و پسندیده مبعوث شدم. همچنان دین اسلام امواره پیروان خود را به حسن خلق و نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فرا خوانده و از درشتی و تندخویی باز داشته، چون این آموزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت، پیروزی و خوشبختی انسان در زندگی است. پس بر ما لازم و ضرور است که همیشه دارای اخلاق و رفتار بسیار عالی و پسندیده‌ای باشیم تا آنانی که در چوکات اسلام نیستن اسلام را از رفتار، کردار و اخلاق ما بشناسند و بدانند که همه خوبی ها و موفقیت های دنیا و آخرت فقط در اسلام است. زیرا دین اسلام ما را دعوت می کند تا در مقابل همدیگر همیشه دارای اخلاق و رفتار بسیار عالی و پسندیده باشیم و همیشه یک انسان با اخلاقی باشیم، یعنی به همدیگر احترام کنیم و به تک تک فامیل خود احترام خاصی داشته باشیم و همیشه سخنان خوب بگوییم و از سخنان زشت و خلاف ادب پرهیز کنیم. عواطف انسانی و عقل‌شناسی دو مسئله ارزشمندی است که برای رعایت احترام به والدین کافی و اسلام نیز در مسئله احترام به پدر و مادر تأکیدات بسیار زیادی نموده است. دین اسلام می‌فرماید هر کسی دوست دارد عمر زیاد، روزی فراوان و روزگار خوشی داشته باشد و از زندگی خود لذت برده و فرزندانش به او احترام کنند، باید به پدر و مادر خود نیکی و احسان کند. همچنان می دانیم که دعای انبیا و اولیا نزد خداوند مستجاب می شود، اما در میان غیر انبیا و معصومین از جمله دعایی که استجابت آن نزد خداوند عتمی هست، دعای پدر و مادر در مورد فرزند است که هم دعای آنها و هم نفرینشان مورد پذیرفته درگاه حق است. پس خوشبخت و سعادتمند کسی است که دعای خیر پدر و مادر پشت سر او باشد و بهترین را برای ابراز محبت با والدین نرمگویی و خوش زبانی با آنهاست. باید در اما حال با والدین رفتار شایسته‌ای داشت. من اگر مهر به دل دارم، اگر عشق به سر دارم، یقیناً مادرم داده و یا ارث از پدر دارم. تشکر از توجه همه شما گرامی. احمد سعید حقسنج، دانش آموز صنف 11، کدرایدعی 010.